منتظر کسانی هستم که توان و خرد دارند. حتی اگر توان مالی ندارید، اگر حتی دانشمند نیستید، اگر خردمند هستید، اگر مبارز هستید، در ارتباط من قرار بگیرید. ما با هر امکانی میتونیم، از هر نقطه‌ای میتونیم شروع بکنیم، زیرا که ما رسالت تاریخی داریم، ما راه مشخص داریم، ما پشتمون به بیگانه نیست، چه به لحاظ تئوری و چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ پایگاه اجتماعی و خرد و اندیشه. ما متکی به این ملت هستیم و ما از این ملت هستیم و ما برای این ملت میخواییم مبارزه کنیم. ما نمیخواییم رابطه ای رو در ایران به وجود بیاریم که حاکمیت گروهی، در واقع حاکمیت کشوری، سود کشوری در ایران تأمین بشه. ما میخواییم حاکمیت ملت ایران و سود ملت ایران و آرامش ملت ایران، وضعیت درست اقتصادی ملت ایران فقط حاصل بشه. از اونجا که این ملت ملتی خردمند و صلح‌جو و ملتی با پیشینه تاریخی بسیار روشن است و در جهان هرگز این ملت حادثه نیافریده، هرگز مشکلاتی در سر راه جهانیان ایجاد نکرد، به راستی سوگند که ما همون ملت هستیم. ما تمام خصوصیاتی که داریم همان خصوصیاتی هست که ارتش داریوش داشت. تمام خصوصیاتی که داریم همون خصوصیاتی هست که ارتش رستم فرخزاد داشت. اگر با مشکلاتی روبرو شدیم، مشکلات از تعبیر نادرست از بنیادهای فلسفی این جامعه بوده و ما انجمن پادشاهی ایران تعریف درستی از تمامی مقوله ها به راستی سوگند که داریم و میتونیم دوباره بنیادهای درست فلسفی این سرزمین رو آگاهانه جایگزین ارزش‌ها و تعریف‌های بیگانه بکنیم و این ملت رو به دست خودش، ما نمی‌خوایم همه افتخار رو نصیب خودمون بکنیم. افتخار از آن ملت ایران خواهد بود، افتخار از آن خردمندانی خواهد بود که در کنار ما قرار بگیرن. به راستی سوگند که تفاوت داره هوشنگ با دیگری کسان در تاریخ این سرزمین. من نمیخوام به تنهایی کاری انجام بدم، نمیخوام به تنهایی صاحب نام و قدرت بشم، نه، من میخوام همه ملت ایران، تمام خردمندان این سرزمین، دلاوران این سرزمین در یک اتحاد محکم و اهورایی متشکل بشن، همه یک سخن رو بگن و همه از یک خواست پشتیبانی کنن و همه با هم فریاد سرنگونی جمهوری اسلامی رو سر بدیم. هموطنان گرامی، میدونید کسانی که امکان دارن سکوت کردن. ما گفتیم ما 20 میلیون دلار حداقل سرمایه نیاز داریم که این اهریمن رو پایین بکشیم. گفتیم که هوشنگ حاضر به شرکت در روابط مالی نیست. گفتیم که بالاخره راهی هست که کسانی پا به جلو بذارن و به لحاظ تشکیلاتی و سازمان دادن این مبارزه کاری انجام بدن.
من در ارتباط هماهنگ کردن هموطنان گرامی و به میدان آوردن ملت ایران و دادن طرحهایی که بر طبق خرد این سرزمین موفق خواهد شد که اینجا ما رو نجات بده، تا همین اندازه در واقع در کنار هموطنان گرامی خواهم بود. بقیه کارها باید توسط دیگر هموطنان انجام بشه. کارهای بسیار مهمی هست، کارهای تشکیلاتی، کارهایی که در ارتباط کشورهای بیگانه قرار بگیریم، کارهایی که در ارتباط رؤسای جمهور کشورهای بیگانه قرار بگیریم، در ارتباط سازمان ملل متحد قرار بگیریم، در ارتباط احزاب آلترناتیو و پیشرفته جهان قرار بگیریم. و من گفتم که من تمامی این مسئولیت ها رو میپذیرم، نه اینکه من همه جا باشم، نه، ولی میتونم این مسائل رو سازمان بدم، میتونم از خردمندان این سرزمین در جهت در واقع برقراری چنین ارتباطاتی استفاده کنم. درهای محکمی دارم به راستی سوگند، ولی نیاز به شما هست، نیاز به سرمایه هست. اگر قدرتمندی میتونه پا به میدان بذاره و تمامی این نیاز رو یک جا روی میز بذاره، میتونه خودش نظارت کنه بر تمامی این تشکیلات به لحاظ مالی. اگر کسی نیست که یک نفر این کار رو بکنه، بتونه این کار رو انجام بده یا شهامت این رو داشته باشه که در جهانی که در واقع همه از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن، کسی بیاد بگه من میخوام به خاطر وطنم در واقع گوش به سخن هوشنگ بدم و یک چنین تشکیلاتی رو در واقع سازمان بدم، چند نفر میتونن در کنار هم قرار بگیرن و به عنوان یک انجمن مالی و در واقع همون تهیه کننده میتونن بر تمامی این سازمان به لحاظ مالی فقط نظارت داشته باشن، چنانچه خردمند و سیاستمدار هم هستید، خب مسلماً میتونید در ارتباط مسائل سیاسی قرار بگیرید، ولی از خط سیاسی انجمن پادشاهی ایران کسی نمیتونه در واقع پا فراتر بذاره، و زیرا که ما خواستمون مشخص است و اینکه در آینده این سرزمین باید چگونه اداره بشه و قانون اساسیش چی هست در ارتباط گویش ها و اقوام ایرانی، چه در واقع طرحایی هست، این طرحا منوط بر چی هست، و سازمان هایی که در درون میهن تشکیل میشه چگونه باید کار بکنه و اولویت های اینا چیه، چه ارگان هایی ابتدا باید قدرت رو به دست بگیرن، چه ارگان هایی باید در چه زمان هایی تشکیل بشن، اینا مسائلی هست که مشخص هست و ما اجازه دخالت کسی رو به این اصول اساسی انجمن پادشاهی ایران به راستی سوگند که نخواهیم داد. و همونطور که گفتم، ما برای پذیرش سخن خردمندانه تمامی هموطنان گرامی آماده هستیم، برای پذیرش طرح‌های تمامی هموطنان گرامی و مورد مطالعه قرار دادن آماده هستیم، برای پذیرش و شنیدن در واقع تمامی سخنان خردمندان این سرزمین در ارتباط مرزهای آزادی و فرماسیونهای اجتماعی هستیم. ولی اجازه در واقع این که مرزهای اصلی این قانون و قانون اساسی ملت ایران
مورد تهاجم قرار بگیره ما به کسی اجازه نخواهیم داد.